در مورد خودروهای برقی و الکتریکی میگن چون دیگه اون پیچیدگی موتورهای احتراق داخلی رو ندارن، به خیلی از تولید کننده های جدید تو دنیا امکان میدن که بیان و با قدر قدرت ها رقابت کنن. مثالش هم تسلا رو میزنن، میگن تسلا اومد و جلوی BMW، بنز و تمام شرکت های بزرگ مثل فورد وایساد، به خاطر اینکه موتورهای الکتریکی دیگه مثل موتورهای احتراق داخلی نیستن. یعنی یه فرصت برای ماست که ما بریم خودروی برقی طراحی کنیم، چون اونقدر دیگه فاصله نداریم با اونا توی این بخش. نظر شما چیه؟ آره، در این که خود موتور به طور مشخص تعداد قطعات متحرکش ثابتش خب خیلی کمتر هست، تو این که شکی نیست. پیچیدگی های واقعا تکنولوژی موتور اتراقی خب تو موتور الکتریکی نیست، ولی یادمون باشه که حوزه پاور ترین محدود به موتور نیست. خب اینجا ما در حوزه پاور ترین وقتی میگیم اصل پاور ترین رو موتور تشکیل میده در خودروهای معمولی، بعدش مثلا آوری سیستم سوخت‌رسانی چیز خاصی نیست، یعنی نمیدونم اگزوز، یه سیستم اینتیک هواکشه، یه مثلا باتری کوچیکه، مجموع اینو ما میگیم پاور ترین. ولی در خودروی برقی ما باتری رو داریم، ما سیستم الکتریکال های ولتاژ 400 ولت و 800 ولت رو داریم، حد اکثر آمپری که مثلا توی خودروی معمولی هست کشیده میشه به طور معمول شاید چه میدونم مثلا شاید 10 آمپر باشه، موقع استارت زدن شاید 70 80 آمپر باشه، ولی وقتی خودرو الکتریکی میشه شما ببینید مثلا با چه سطح آمپری با چه سطح ولتاژ سر کار داریم. مسائل ایمنی بسیار بسیار در حقیقت پیچیده ای اونجا هستش. این مسائل الکتریک خیلی پیچیده است. اینکه تسلا واقعا پدیده متفاوتی، اصلا نباید با نگاه خودروی برقی تسلا رو باید بری در حقیقت ایلان ماسک رو بررسی کنی که خودش یه پدیده است، خودش یه برنده، چجوری تونسته مثلا واقعا بیاد بین این قولا یه خودرو در حقیقت بتونه به بازار بده و هر روزم بازار سهامش هی رشد کنه و نمیدونم. ببینید اونجا یه پدیده است، یه چیز استثنایی، اونم به خاطر شخصش، شخص در حقیقت ایلان ماسک که اساسا خودش یه سلبریتی که در خیلی از حوزه‌ها خیلی کارا میکنه و درآمدهای وحشتناک ایجاد میکنه و بعدش برند ایجاد میکنه و بعد چه میدونم یهو استوک مثلا سهام شرکتاشو میبره بالا، همه هجوم میبرن. اصلا واقعا نمیشه اونو با مسئله فنی معمول بیای بگی آقا مثلا تسلا چجوری رشد کرد. 4 سال پیش 5 سال پیش میگفتم تسلا ورشکست میشه. چرا؟ چون هر چی فکر میکنم اینم آقا تسلا پتنت خاصی نداره که توی حوزه برقی مثلا بخواد بگی آقا مثلا در ارتباط با مثلا حوزه برقی پتنت هایی هست که فقط تسلا داره. هر چی تسلا داره شرکت های خودروساز قول دیگه هم دارن. بعد یا مثلا تسلا زنجیره تامین دیدیکیت خاصی رو نداره که بگیم آقا اون زنجیره تامین حق نداره مثلا با فورد با جی ام با تویوتا کار کنه. هیچی نداره. بعد من میگم آقا این همه داره این خودرو گران قیمت به هر حال داره در میاره، این واخرش ورشکست میشه. ولی اشتباه من اون بود که داشتم با نگاه سنتی ارزیابی میکردم. اصلا موضوع تسلا یه چیز چند وجهی متفاوت از خودروه واقعا، یعنی نباید و چینی ها دارن میرن سمتش های ایزانلو. یعنی من به خاطر همین گفتم شاید یه فرصت هم باشه. الان نگاه کنیم چند تا شرکت های چینی تقریبا توی زمینه خودروهای برقی با شرکت های اروپایی، آمریکایی یا ژاپنی برابرن و توی یه سری از جاها جلوتر هم هستن. ببینید در حوزه برقی ما اگه قبلا مثلا خیلی زنجیره مواد مهم نبودش، خب الان یکی از مسائل کلیدی لیتیوم برای باتری است، منابع لیتیوم. خب دسترسی از سورس، از معدن در نظر بگیر تا حتی ریسایکل کردنش. چین یکی از کشورهایی هستش که بزرگترین منابع لیتیوم رو داره. یک دومی که در حوزه مگنت هم که باز برمیگرده به هم موتور الکتریکی، باز چین به صورت سنتی اساسا حتی در کاربردهای معمولی سورس اصلی مگنت هستش تو دنیا که برای موتور الکتریکی لازم هستش. لذا چین انگیزه بسیار بسیار بالایی داره که خودروی الکتریکی توسعه پیدا کنه. و همون نکته سوم دیگه‌ای که شما گفتید، چین به صورت سنتی خودش میدونه که هیچی در زمینه موتور احتراقی نداره، یه دنباله روی یه کپی کار مثلا چیزی که حالا ما اینجا چینی مصرف میکنیم، ولی خود شما میدونی که خودروی چینی تو چینش هم خیلی مصرف نمیشه، حالا یا اونجا مصرف بشه مثلا خارج از چین دیگه تو اروپا و اینا یه دونه ماشین چینی هم واقعا به صورت انبوه درست حسابی نرفته بازار. لذا چین اینو به معنی فرصت میبینه که آقا اون
در حقیقت عقب موندگی گذشته رو که نمیتونه مثلا تو اون حوزه موتور احتراقی جبران کنه، ولی الکتریکال یه فرصته. برای همینم دولت چین خیلی خیلی مشوق‌های بزرگی در حوزه الکتریکی، خودرو الکتریکی داده، برای اینکه این یه مسئله استراتژیکه براش. و مهم اون بخش مواد هستش که خیلی مهمه براش، که چون دنیا وابسته میشه به چین. و البته من اینو بگم، همین خودش یه بازدارندگی بوده به نظر من تو این سالها، که اروپایی‌ها به ویژه خیلی سرعت ندادن به بحث برقی. برعکس اون حرفای اولی که میگفتن آقا مثلا تا 2020 خیلی اتفاقات میفته، اما الان مثلا تو 2022 مثلا فکر کنم کل هیبریدا و برقی ها و حالا پلاگین ها و اینا شاید مثلا 6% 7% رسیده باشه، اینا که حالا خیلی هاشم اینا هیبریده، مثلا حالا فول برقی هم شاید مثلا در حد 2-3% بیشتر نباشه. خوبه، آیا این برای ما فرصتی ایجاد نمی کنه؟ آیا برای کشور ما کلن من میگم هیچ فرصتی نیست و صفر میشه بود. چرا؟ ببینید تو حوزه برقی یکی از مهمترین مسائل کنترلی هست و تراشه های الکترونیکی. ما در زمینه بحث تراشه های الکترونیکی به خاطر اینکه نگه تولید کننده نیست، انسان نمیره که حالا ما تولید کننده تراشه، ولی ما هیچ دسترسی به تراشه های الکترونیکی به صورت مستقیم نداریم به خاطر اینکه سورس های اصلی آمریکایی هست. من خودم درگیرم دیگه، من خودم مثلا برای ECU موتورسیکلت بزرگترین موزل و سردرده که مثلا من تو این چند ماهه باش درگیرم اینه که آقا میکرویی که مثلا من میخریدم فرض کن مثلا $2.5 الان هر جا $15 پیدا کنم باید بگیرم. خب چرا؟ چون استوکا دیگه خالی شده، حالا به خاطر این کووید و این نو چین پیش اومده سر تایوان، چون تایوان منبع اصلی تولیده در حقیقت، شرکت آمریکایی هم تو تایوان تولید میشه، استوکا همه خالی شده. ما صنعت خودرومون اگه می‌خواست SMD رو اینجا مونتاژ کنه به سورس اصلی دسترسی نداشت، می‌رفتن از استوکا می‌گرفتن، ولی استوکا الان صفر همه جا و معلوم نیست این کی تموم شه، چون فقط به کووید هم ربطی نداره. میگم این مسئله برای ظاهرا ادامه داره. برای این بخش سافرش هم که کلا ما صفری، یعنی مثلا ما در حوزه سافر که این همه سهم سافر تو خودرو بالا رفته، ما اتفاق خاصی نیفته. ما حتی اکثر کاری بوده که این نرم افزار رو کپی کردیم دیگه. خب چرا انقدر وضعمون داغونه های ایزان؟ یعنی حتی تو چیزایی که میتونستیم شروع کنیم و باشون برابر هم بودیم. این آیه ما نمیخوایم خودمون رو سانسور کنیم که مثلا در حوزه خودرو تو سافر تو سالهای اخیر خب کروز یه سرمایه گذاری کرده در حوزه ECU سافر و تا حدی توی یکی دو سال اخیر مثلا شرکت گروه ازام، ولی خب مثلا این حرکت ها در مقیاس این که ما مثلا این همه سال خودرو ساز بودیم و میخواییم تو بازار بمونیم هنوز خیلی خیلی پایین هستش. اینا کلن نقطه ضعف ما سافر و ترشه های الکترونیکی. خب این یه بخشه. بخش دوم ما برمیگرده به حقیقت همون بحث مواد باز که خدمتتون عرض کردم، و نقطه سوم بحث ایمنی. تو خودروی برقی یکی از مهمترین مسائل استانداردهای ایمنی هست رعایت کردنش. ما به صورت سنتی و فرهنگی کلن استاندارد و ایمنی و اینا رو تا جایی که ممکن باشه دور میخواییم بزنیم و بعد تبعاتش رو میبینیم. یعنی همه این مسائل رو هم بذارید نه نقطه قوت نیستش واقعا. خب ما مثلا در باتری، ما مثلا تو باتریش سرمایه گذاری نکردیم هیچی. یه شرکتی چند سال پیش تو شرکت‌های حالا بکنم چیز هم نباشه، تو حوزه خصوصی هم نباشه، تو حوزه دولتی اینا رفته یه خط مثلا باتری آورده که اصلا مال تکنولوژی قدیمی از دانسیته در حقیقت جرمیش بالاست، اصلا سیریتش که اصلا تخلیه انرژیش باشه پایین، اصلا کاربرد خودرویی نمیتونه داشته باشه خیلی. اصلا ما هیچ کاری در زمینه باتری نکردیم، هیچ کاری. پس این ادعایی که مثلا شرکت های مثل سبو باتری میکنن و اینا که ما باتری میتونیم بزنیم و اینا چیه؟ ولو من نظری ندارم. خب نظرتون رو بگین دیگه، سانسور نکنین خودتون رو. چی میگم دیگه نه دارین سانسور میکنین آخه. بگین خب ادعا میکنن سبو باتری، میگه ما میتونیم باتری لیتیومی برای خودروی برقی بزنیم یا شرکت های دیگه. سبب که اینو میگم، ولی وقتی آدم چیز رو بیشتر از توان واقعیش بخواهد جلوه بده مجبوره که دروغ بگه. در مورد مپنا چطور؟ مپنا داره یه سری کارا رو میکنه دیگه، مپنا تو خودروی برقی و اینا داره کار میکنه. بازی داشتن مپنا روی خودروی 405 یه پاور ترین برقی روش نصب کرده. من واقعا
کلا کاری عربی ما متاسفانه به صورت فرهنگی بیشتر دوست داریم به اصطلاح نمایش بدیم که آقا داریم یه کاری میکنیم، داریم میرسیم. ولی واقعا مثلا من دوست داشتم مثلا یکی بیاد در حوزه های تولید قطعه بیاد واقعا یه سرمایه گذاری درستی بکنه، یه آرندی درستی ایجاد بکنه، اصلا خودتو رو ولش کنید. ببینید ترکیه 10 میلیارد دلار سال گذشته قطعات خودرو صادر کرده. ما اگر میخواهیم در حوزه برقی کاری بکنیم، مثلا فرض کن حوزه اصلا کیبلینگش، میتونید مثلا اهمیت کیبل و کلا سیم و کاب تو خودروی برقی چقدر بالا میره و چقدر ارزش افزوده داره و چقدر سهم ارزشی داره. خب ما بریم آقا ما مس داریم تو کشور، یه شرکتی مثلا بره تو این زمینی مثلا در حد سیم و کابل کاربری خودروی برقی شروع کنه آرندی ایجاد کردن، ارتباط برقرار کنه با شرکت‌های خارجی، واقعا سرمایه گذاری کنه. شما فکر میکنید توی خودروهای برقی ما کجاها مزیت داریم توی قطعاتش و توی حالا خود خودرو؟ این تو حوزه الکتریک، خودروی الکتریکی یادمون باشه فقط هم موضوع پاورترین برقیش نیست، به موازات این که داره پاورترین برقی میشه بحث آیتی هستش، بحث این که آقا کلی در حقیقت داخل کابین شما دیگه یک رباتی در حقیقت ماشین داره کم کم یه ربات میشه، کلی تعاملات با راننده داره، با سرنشین داره، با خودروهای بیرون داره، با اینفراستراکچرهایی که در حقیقت تو شهر هست داره. یعنی اون بخش در حقیقت سافری، نه سافری که صرفا به اصطلاح مرتبط با کنترل موتور و اینا، سافری که در حقیقت خیلی خیلی وسیع‌تر از این مسائل است، این بخش مهم در حقیقت از ارزش افزوده آینده تو خودرو خواهد بود. خب ما واقعا نیروی انسانی خوبی داریم، خلاقی داریم، نیروی جوان و تسکده زیادی داریم که توی این اوزای سافری میتونن کار کنن، ولی این به صورت مستقل نمیتونه باشه. یعنی باید زیر مجموعه یه سیستم خارجی، شرکت خارجی، یه سری مثلا سرمایه گذاری های بیاد اینجا رو نیروی انسانی بشه که به صورت اینا یه بخشایی واقعا سافری توسعه بدن و کار بکنن اینا. خب چون سافر خیلی به نظر من یکی از بخشای سافری متاسفانه باز یه پیش نیاز اینجا مهم هست که آقا باید ارتباط سالم و قانونی با بیرون باشه. شما نمیتونید در حالی که بیس مثلا نرم افزاری که میخوای باش کار کنی مثلا لایسنس نداری، بعد بخوای کار ازش ایجاد کنی بفروشی میبری، این اینا دیگه تناقضات. ولی به هر حال سافری یکی از مسائل و یک شب اتفاقا همین بخش در حقیقت سیم و کابل و اینا هستش که چون سورس منابع معدنی شده خوب داخل ایران داری، یعنی یه بخشش هم اون هست به نظر. خب آیه ایزان رو اشاره کردیم به ترکیه که تو صنعت قطعه خیلی فعاله و ما میتونیم همون مثل ترکیه باشیم، ولی همین خودروی برقی باعث شده که ترکیه بعد از سالها وارد صنعت خودرو به صورت مستقیم بشه و خودروی خودش رو داشته باشه و خودروی خودش رو طراحی کنه، چون که برقیه و دیگه اون مشکلات خودروهای درون‌سوز نداره. آیا اون اتفاقی که برای ترکیه افتاد و اجازه داد که وارد صنعت خودرو بشه برای ما قابل تصور نیست؟ باید، چون که تکنولوژی روز هست، چون که باید از آخرین در حقیقت دانش‌های روز استفاده کنی. ترکیه فرقش با ما اینه که تعامل آزاد داره، دسترسی به همه چی داره، مانعش نمیشن. کنی و دانشش رو پیدا کنی و خط تولیدش رو پیدا کنی اینا در حقیقت به اون صورت نیستش. ما چون تعامل نداریم، حالا مثلا این قسمت سخت میشه متاسفانه. یعنی نمیشه تو خودمون باشیم بگیم بیایم برقی تولید کنیم توسعه بدیم، مثلا ما تعامل نداریم، یعنی با ما ارتباط آزاد درستی نیست تو دنیا. ببینید الان من خودم میخوام مثلا طرح الکترونیکی سفارش بدم، مثلا اصل مشکل من اینه که آقا اصلا من حتی نمیتونم دقیقاً ایمیل بزنم بگم آقا مثلا من این قطعه رو میخوام، چون اصلا ریجکت میشه. اینا چیز کمی نیست. شما وقتی میخوای تو حوزه برقی که یه چیز روز هست کار کنی، سرمایه گذاری کنی، توسعه بدی، خب وقتی در عمل وارد میشه خارج از شعارهایی که میخوایم بدیم همش بنبسته.